با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیزم، سوری یزدی برنت هستم. صبح بر ازا و شب خیلی خوب رو برای همتون آرزو میکنم. و اینکه برنامه فیسبوک لایو امروزمون راجع به سوال و جواب از دوستان فیسبوکمون هستش، بنابراین دوستان عزیز فیسبوک میتونین سوال و جوابای خودتون رو بذارین. سلام به دیوید عزیز، سلام به مریم جان، هایده، فرزانه. خب ما ساعتمون رو یه ساعت کشیدیم در لس آنجلس به جلو یا عقب، مطمئن نیستم. بنابراین الان ساعت من یه مقدارم زودتر شروع کردم امروز یا دیرتر، یه جوری میتونم بگم. سلام مهناز جون، تحمین جون و همه دوستان عزیزم. امروز میخوام صحبت بکنیم راجع به اولین چیزی که میخوام صحبت بکنم، یکی از بچه های فیسبوکمون که سوال داشته راجع به کمردرد و یکی دیگه زانودرد هستش. بنابراین میخوام بدونیم که چی میشه که ما انسان ها کمردرد میگیریم و بعد راجع به زانو هم صحبت میکنم. همونجوری که میدونین دوستان عزیزم، کمر در واقع وقتی ما راجع به کمردرد صحبت میکنیم داریم راجع به ستون فقرات صحبت میکنیم و ستون فقرات میدونیم که از پایین، از اون پایین، از اون اولین مهره که حالت مثلث هستش شروع میشه. 33 تا کلن ما مهره داریم از اون پایین که این 33 تا میان بالا تا میرسه به این قسمتی که در واقع سر ما، آخرین قسمتی که سر رو داره نگه میداره. اوکی؟ پس مرسی رها جون، منم شما رو دوست دارم قربونتون تحمینی عزیز. اوکی، پس نتیجتا ما 33 تا از پایین ستون فقرات 33 تا مهره داریم. وقتی من و شما داریم راجع به کمردرد حرف میزنیم یعنی داریم راجع به 3 تا قسمت مختلف صحبت میکنیم. اوکی؟ پس کمردرد الان ما داریم راجع به lower back، راجع به قسمت پایین کمر داریم صحبت میکنیم، راجع به وسط داریم شروع میکنیم، ریا وقتی که میادیم بالا که دیگه میرسه به گردن ما. و سلام محمد رضای عزیز، میترا جون، یا این قسمت که میاد از دیگه داره زیر در واقع سر ما رو داره محافظت میکنه تا سر شونه. اوکی؟ 3 تا قسمت داریم. پس نتیجتاً من احساسم این هستش که الان ما داریم راجع به lower back یا از اون پایین پایین که ستون فقرات شروع میشه داریم از اونجا میگیم تا فرزن 8 تا مهره. اینا خیلی نزدیک به هم دیگه هستن از نظر عرفانی. اوکی، از نظر عرفانی یه چند دقیقه قربونتون بشم، سوالای فیسبوک رو نگر دارین تا من این تیکه رو توضیح بدم بعد میام. مرسی عشق من. اوکی، قسمت پایین کمر ما در واقع از نظر عرفانی محافظت و این قسمتی هستش که فرزن من و شما احساس میکنیم که افراد باید به ما اون اعتماد یا اون قسمتی که من و شما حس کنیم که پشتمون وایسادن اون قسمت هستش. اوکی، در این حال اون باز دو مرتبه این ربط پیدا میکنه به ترس از این، ترس از دید من یا لنز من نسبت به آینده. منظورم چیه؟ منظورم این هستش که اگر که من و شما یه سری افرادی هستیم که لجبازیم و انعطاف پذیر نیستیم، نتیجتاً من و شما یک لنزی داریم که از توی اون لنز داریم دنیا و واقعیت رو نگاه میکنیم. خب اگر که اون لنزی که من و شما نگاه میکنیم درش قضاوت یا درش لجبازی، اینی که من و شما نتونیم بخوایم حاضر باشیم که بخوایم لنز یک کس دیگر رو پیدا کنیم. اتفاقا خیلی جالبه چون پستی که امروز دادم پریسا جون براتون درست بکنه راجع به همین قضیه بود که من و شما هر دفعه
نباید توی این جنگ و مجادله حرفی که داریم برنده بشیم و گاهی اوقات بهتره که اگر من و شما عقب بشینیم و بعد حاضر باشیم حتی در میون اون بحث که صدا یا حرف یک کس دیگر رو بشنویم، یا اینکه لنز اونا رو هم نگاه بکنیم ببینیم که لنز اونا چی داره میگه. نتیجتاً اگر من و شما به خودمون این اجازه رو بدیم، بعدن که میشینیم عقب و لنز و دید یکی دیگر رو نگاه میکنیم که اون داره از کجا میاد، به من و شما کمک میکنه که انسانهای آگاهی بشیم، تجربه بیشتری داشته باشیم و اینکه بتونیم یک دید دیگه، یک بُعد دیگه از زندگی رو نگاه بکنیم. اوکی، پس قسمت پایین کمر چون به سیکرال چاکرا یا اون قسمت شکم ربط پیدا میکنه، بیشتر اوقات ترس من و شما از اون استبیلیتی، از اون که پامون قرص باشه، جامون قرص باشه، بدونیم که چیزا یا آینده سیف یا امنیت درش هست و من دارم محافظت میشم، از اونجا میام. وقتی که میام تو قسمت وسط، یعنی فرضاً از مهره نهم پایین وقتی که میام بالاتر تا مهره 16 که میرسیم، اون قسمت وسط میشه. بنابراین میاد یه جوری توی چاکرای خورشیدی زیر سینه و توی قلب ما میشه، میاد توی این قسمت. اگر که من و شما درد توی این قسمت داریم، یعنی که من و شما یه انتظار زیادی از این که دیگران باید به ما کمک کنن و در واقع معنی یا اون جوری که من و شما عشق رو معنی می کنیم اینه که افراد دیگه چی کار برا ما می کنن. یعنی اینکه ممکنه اگه یه کسی از صبح تا شب دوروبر شما به چرخه بگه قربونت برم، عاشقتم، قربونت بشم، فدات بشم، زبانن شما رو نمیپذیرین، میگین که اوکی talk is cheap، حرف زدن مجانیه، بی خودیه، در عمل به من نشون بده. اوکی، پس این تیکه وقتی که من و شما درد داریم، یعنی من و شما نگاه میکنیم ببینیم که افراد دیگه چی کار برای ما میکنن. اگر فرضاً امروز من لایو دارم و یه کسی توی فضای من میاد میگه نورتو میخوای تنظیم کنم، اونو میخوای برات اینجوری کنم، اینو میخوای اینجوری کنم، و من احساس میکنم که این برای من کیر میکنه، برای من اهمیت داره، من عشقو الان دارم توی اون میبینم. اوکی، پس نتیجتاً این بیشتر به اون. حالا اگر که من و شما در اینجا اون انتظاره باشه، بعد من و شما میایم زیادی عمل میکنیم، میایم زیادی محبت میکنیم، میایم زیادی به دیگران میدیم که در مقابلش اونا برگردونن این فیور یا محبت یا اون کاری که ما براشون میکنیم، و اگر که اونا نکنن و توی این ترازو من و شما تو کله خودمون داریم قضاوت میکنیم که نون برات خریدم، خونه رو تمیز کردم، نمیدونم این کارو کردم، اون کارو کردم، در مقابلش تو برای من چیکار کردی؟ نمیدونم 4 تا بشقاب خریدی. اگر این دوتا با هم دیگه توی ترازو نمیخونن، من و شما انرژتیکلی یا توی فضای انرژیمون استاک میشیم، قفل میشیم، و بعد نتیجتاً میفتیم توی کینه و انتقام و چیزای اینجوری. که اگر که از 16 میایم تا بالا، میایم تا این مهره بالای چیز گردن، تو این قسمت وقتی من و شما درد داریم، یکی از اون قسمتاش خب میدونیم stubbornness یا لجبازیه. دو مرتبه اگر که ما احساس کنیم که دیگران پشت ما رو دارن، به ما میرسن، به ما محب، حالا فرق نمیکنه خانواده باشه، زن باشه، شوهر باشه، نمیدونم محیط کاری باشه، هر چی باشه، اگر که
من و شما احساس میکنیم که اون رو نمیگیریم، اون وقت اون بخش احساسی من و شما یه حالتی زخمی میشه و بعد شروع میکنیم یه دقیقه صبر کنیم یه ترجمه پیدا بکنم به فارسی، شروع میکنیم عقب کشیدن، بسته شدن و اینکه همون جوری که ما خودمون رو میبندیم نتیجتا دیگران هم اون وقت نمیان جلو که اون کمک احساسی، اون چیزی که نیاز من و شما برآورده بشه که آره پشت من هستن، دارن ازم نگهداری میکنن، آره داره اینجوری اینجوری میشه، ما میبندیم خودمون رو و تبدیل میشیم، بدون اینکه خودمون حواسمون باشه تبدیل میشیم به یه شخص عبوس درونگرای، بعد اون قسمت اکسپرشن یا توجیه کردن خودمون که من چه احساسی دارم، چی میبینم، چه حالی دارم، اون قسمت رو میبندیم و بعد نتیجتا دیگرانم عقب میکشن و بعد من و شما تبدیل میشیم به افرادی که میگم عبوس و نمیدونم خلوت زده و این داستان میشیم. خب پس نتیجتا هر قسمتی از کمر که درد میکنه ربط پیدا میکنه به ستون فقرات و اونا میتونن معنی متفاوت داشته باشن. پس اگر درد من توی گردن و شونه هستش، اولین قسمتش اینه که میخوام از خودم بپرسم که شبنم جو سلام عشق من، خوشگل دختر زیبا، بنابراین میخوام که اوکی. دوستان من تصمیم میگیرن که زمانی که من رو لایف میبینن همون موقع هم تلفن بزنن که خصوصی هم صحبت بکنن، هم لایف بریم هم خصوصی با هم دیگه صحبت کنیم. اوکی خب مرسی قربونت. اوکی پس نتیجتاً اگر که این قسمت بالا توی گردن و شونه هست، من و شما میخوایم در خلوت و سکوت و رو راستی و شفافیت خودمون بپرسیم که کدوم قسمته که من در مبارزه، در جنگ، در لجبازیم و نتیجتاً باید اونو رهاش کنم. و به محصی که من و شما اونو رها میکنیم، بعد احساس میکنیم که شونه ما اون سنگینیش خالی میشه. اکثر اوقات، و اینو باور داشته باشین، اکثر اوقات وقتی که من با افراد جلسه دارم و روی این قسمت کار میکنیم و اون خاطرات و انرژی هایی، احساسایی که قفل شدن توی این قسمت رو باز میکنیم، بعد من میپرسم چه احساسی دارن، یهو همه میگن احساس سبکی میکنم، احساس میکنم که یه بار سنگینی از روی شونم، از روی دوشم برداشته شد. که پس کلن یادتون باشه که توی آنلاین کورس، اون 18 تا کلاس ها، توی فکر میکنم کلاس هیلینگش هست که یکی از کلاس های 18 قدمه، توی اونجا راجع به دردها صحبت کردم و اینکه دردهای ما، و وقتی که ما درد رو توی عضله احساس میکنیم معنیش چیه؟ معنیش اینه که احساسها و عضله های ما احساسها و خاطره ها رو بایگانی میکنن و نیگر میدارن. وقتی که ما میایم اون انرژی رو یا اون احساس رو یا اون خاطراتی که از زمان کودکی جمع شدن میایم اونا رو بالا با انرژی درمانی، با EFT، با متدهای مختلف رهاش میکنیم، یه دفعه شما احساس آزادی و رهایی میکنیم. اوکی این از اون. بعد میرم سر قسمت دیگه راجع به زانو درد. زانو چیه دوستان؟ زانو قسمتیه که در واقع اگر نگاه بکنین میبینین که بخشی هستش که این اون حالت انعطاف و
قابلیت چرخش و چیز داره. در واقع زمانی که من و شما راه میریم، زمانی که من و شما میستیم، ورزش میکنیم، هر کاری که من و شما داریم میکنیم، زانوی ما داره تمام وزن رو داره تحمل میکنه. اوکی؟ پس نتیجتا وقتی من و شما آرتروز میگیریم، زانو مشکل پیدا میکنه، نمیدونم بعضی وقتا میبینین که این قضروف ها روی همدیگه میفتن و صدا میکنن یا یه همچین چیزی. سلام بیتا جونش کن. معنیش چیه؟ معنیش اینه که من و شما باید اون انعطاف پذیری، چون بیاین توی زانو، الان با من یه دقیقه زانو رو در نظر بگیرین که این قضروف ها چجوری توی همدیگه افتادن و اینا با هر حرکتی که من و شما داریم میکنیم اینا دارن این عمل رو انجام میدن. اوکی؟ اگر که اون انعطاف درشون کم باشه، اگر اون روغن سوزی، یعنی اگه شما بهش اندازه کافی روغن نداشته باشه، اینا به همدیگه خشخش میکنن، به همدیگه کشیده میشن، که بعد همون میشه که فرضاً شما استخون درد میگیرین، زانو درد میگیرین، بعد عمل کنین، نمیدونم همه این داستانا. خب وقتی که من و شما میخوایم از نظر احساسی روی زانو کار بکنیم، که زانو هم یکی از پریزنتیشن یا نمایانگر ترس و وحشت و یک عمری ترس تو جلو رفتن، ترس از باور خوده که آیا میتونم یا نمیتونم، آیا من این حجم روی زمین بودن، روی کره زمین بودن، این میزانش، چون یادتون باشه گفتم زانو در زمانی که من و شما میستیم، در زمانی که من و شما داریم حرکت میکنیم، راه میریم، ورزش میکنیم، زانو داره تمام این وزن بدن رو داره با خودش حمل میکنه. اوکی؟ پس نتیجتاً یک تعادلی، یک انعطاف پذیری، روغن سازی کافی باید اونجا باشه. پس در عرفان من و شما باید بیان بشینیم نگاه کنیم توی خلوت و توی سکوت خودمون و از خودمون بپرسیم که چقدر من انعطاف پذیرم. و به خصوص حالا میام اینو میچسبونمش به موقعیت استرولوژی، اونجوری که الان سیاره ها و ستاره ها قرار گرفتن. الان دو مرتبه یه زمان حاتیه که، و همینطور بگم که روز چهارشنبه، امروز که یه شنبه است، روز چهارشنبه ما دو مرتبه فولمون یا ماه در عقرب در اسکورپیو داریم، در عقرب داریم، در ماه عقرب داریم. و بعدم که میدونین این عقربیای ما یا اسکورپیای ما فوق‌العاده حساس و آبکی و خیلی درون و خیلی عمیق، و بنابراین شما این عقرب، من همیشه این عقربیا رو از چشماشون تشخیص میدم، چون چشای خیلی، توی چشاشون یک بُعد خیلی عمیقیه، یعنی وقتی تو چشاشون نگاه میکنین میرین اینجوری تو، خیلی فضا دارن، فوق‌العاده سایکیک، آینده بین، حساس و فوق‌العاده مهربون. ولی خدا اون روزو نیاره زمانی که شماها اون اعتماد اینا رو از بین ببرین و دیگه اون وقت عقربه، اون وقت دیگه نیشتون بزنی، یعنی دیگه تموم شد دیگه. یعنی اسکورپیا وقتی باتون لج میشه و یه کاری براش بد باش کردین، فکر نکنین یه هفته دیگه یادش میره، تا آخر عمر تو خاطرش میمونه که چه کار بدی شما باهاش کردین در مقابل این همه خوبی و محبتی که این انسان چیز کرده. در صورت الان واقعا زمانیه که هم هیچی سر جاش نیست و همه چی بوم بوم بوم، این عوض میشه، اون عوض میشه، این عوض میشه، ما رو شما داریم دور خودمون میچرخیم، هنوز این یکی رو نگرش نداشتیم، یه چیز دیگه عوض میشه، اون یکی دیگه عوض میشه، زیر پامون خالیه، نمیدونیم کجا میشه، نمیدونیم فردا چی میشه. هیچ زمانی من میتونم بگم به اندازه امروز من انرژی کلی کلکتیو یا
انرژی کلی و اساسی همه رو که دارم میخونم، میبینم که هیچ دوره ای من و شما انسان ها اینقدر ترس و وحشت نداشتیم. هیچ وقت من و شما اینقدر زیر پامون خالی نبوده که وای الان چی میشه، وای الان چی میشه. و همونجوری که میبینیم اتفاقای غیر منتظره همینجوری میفتن. خب پس وقتی که من و شما آگاهیم که چی داره انرژتیکلی یا در فضای انرژی کلی داره میچرخه، مهمترین قضیه چیه؟ که من و شما تا اونجایی که میتونیم به چیزی نچسبیم و انعطاف پذیر باشیم، به پیشواز تغییرها بریم. اوکی؟ برای اینکه الان موقعیت الان. پس زانودت زمانیه که من باید به خودم بیام و ببینم که روغنسازی من خوبه، یعنی اینکه من به اندازه کافی اون از نظر تغذیه، از نظر فکری، از نظر احساسی، از نظر ورزشی، از همه نظر چیزم، ولی این جوابو دارم برای یکی از شاگردای خودم میدم که گفته بوده سالیان سال با دیویدی های ورزش من کار میکرده و الان این مشکل زانو براش پیش اومده و آیا باید ورزش رو ادامه بده یا نه. من فکر میکنم که همه چیز، چون من چیزها رو ریشه‌ای و کلی نگاه میکنم، الان برای یه هفته تو بیا با خودت بگو که من یه هفته یه عمری ورزش کردم، حالا یه هفته هیچ اتفاق نمیفته، من ورزش رو میذارم کنار. خب توی این یه هفته میخوام ببینم که ترس من از آینده چیه، چجوری میتونم به خودم اون اطمینان رو بدم، اطمینان خاطر رو، که با همه اتفاقهای غیر منتظره که میفته من در امنیتم. احساس بیشتر من این هستش که من احساس میکنم که من جام امن نیست، اون سازمانم، اون ریشم، اون چارچوب خونه من الان روی ماسه است. و وقتی که شما دیویدی های ورزش منو میگیرین، چقدر من توی هر دیویدی دارم فشار میذارم که با تعادل کار کنین. چون اگر شما دارین لانج میکنین، اسکوات میکنین، حرکت های تند میکنین، زانو جاتون قرص نیست، اون تعادل نیست، شما زانوتون وقتی لرزش بکنه صدمه به زانو میزنین. اوکی؟ بنابراین الان چیزی که من انرژتیکلی از روی فضای این آدم دارم میگیرم این هستش که من جام امن نیست، من خونم رو روی ماسه ساختم و فقط ترسم از اینه که اولین باد و کورانی که بیاد خونه من رفته رو هوا، بعد من رو هوام، بعد حالا کجا وایسم، بعد حالا کجا چیکار بکنم. خب پس من میخوام بدونم که من چجوری میتونم اون امنیت خاطری که در واقع نمیتونه باشه، پس اگر من اون امنیت خاطر نمیتونه باشه، چجوری خودم رو اوکی بکنم که من امنم no matter what، یعنی هر اتفاقی که بیفته، اگر که من به جهان هستی وصلم، اگر من و شما واقعا و عمیقا این حس در من و شما هست که خدا، جهان هستی، کائنات، همه اینا، در مورد روغن هم بگم، سرعیای عزیز، در مورد روغن هم 4 برنامه روی یوتیوب دارم، بری روی کانالم سودی برنت بزنی، سودی یزدی بزنی، بزنی روغن همپ یا سی بی دی، خواص روغن همپ یا سی بی دی، 4 برنامه 45 دقیقه اونجا هست، برو اونا رو نگاه کنش. مرسی. خب پس نتیجتا اگه من و شما اون باور و اعتقاد رو داریم که آخر آخر آخرش یه قدرت برتری من و شما رو نیگر داشته، همون قدرتی که وقتی من و شما نگاه میکنیم چه آگاهی پشت این بوده، من اینو همیشه چون خودم خیلی سال پیش فکر میکردم که مثلا چجوری میشه که این همه خورشید و ماه و نمیدونم، حالا خورشید و ماه که سیاره حساب نمیشن، یا جورایی ما توی ستاره شناسی قاطیشون میکنیم توی این قضیه، ولی چجوری میشه که فرضاً
مارس و جوپیتر و یورنس و این همه سیاره مرکوری دارن میچرخن در حال گردشن و اینا به هم دیگه نمیخورن. چه آگاهی پشت این قضیه بوده، چه نظم و ترتیبی که جوپیتر باید یک سال طول بکشه تا از یک دونه از فرزن از اردیبهشت بره توی، مثل الان که جوپیتر سیاره که با اسمشو سانتا کلاس گذاشتم، سه روز دیگه چهار روز دیگه میاد توی توی خونه ساجیتریس میشینه. ساجیتریس هم نمیدونم اونی که نصفش اسبه نصفش مرده با کمونچه هستش که سیاره خود اونا هستش که دیگه آگاهی و عرفانی و نمیدونم فلسفه و بعد اون وقت وقتی که جوپیتر میره اونجا میشینه، خونه شما هر کجا که باشه روبروی اون هر جوری که قرار بگیرید اون خونه شما رو جوپیتر نورافکن میندازه. حالا برای یکی رابطه است، برای یکی نمیدونم موقعیت مالی و پولی و نمیدونم این داستان است، برای هر کی یه چیزه. من به تو قدرت میدم عشق من، نه من به تو قدرت نمیدم، در واقع تارا جون تو وقتی که منو میبینی در اون لنز تو و در اون عکس برگردونی که جهان هستی به وجود میاره، اون بخش تو فعال میشه و روش نورافکن میندازه و بعد به یاد تو میاره، به خاطر تو میاره که تو این هستی هر چی که میبینی. اوکی؟ پس هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت همه دارن منو گوش میدن، فیسبوکی ها و اینستاگرامی ها، همه تون این قسمت رو گوش کنیم. هیچ زمانی انرژیتون رو به کس دیگه ندین. اوکی الان یه دقیقه صبر کنین، چون که I love you too honey. اوکی من یک پیام گرفتم از آنتن هام که باید یه تمرین با شماها بکنم. خب بقیه سوالا رو ول کنین، همه رو بریزین دور، همه تون تمرکز کنین، بیاین توی مرکزتون و نفس عمیق بکشین. من به تو اراده ندادم، من به تو هیچی ندادم، همش مال خودته. اوکی در ضمن میخوام بهتون بگم که من به خاطر اینکه خب مسج میگیرم، یعنی پیام میگیرم اون زمانایی که ساکتم، امروز این مسج رو گرفتم که من باید یک وبینار کورس کارما شروع کنم ولی حرفی نزدم، ولش کردم. ولی الان دو مرتبه منو قطع کردن، پیام دادن که این تمرین رو با شما انجام بدم و این تمرینی که میخوام انجام بدم میاد توی قسمتی از کارما، به خاطر اینکه من توی کلاسای 22 قدم یکی یا دو تا از اون کلاسا رو راجب کارما گذاشتم، چون که کارما یکی از چیزهایی هستش که خیلی اشتباه و خیلی تعبیرها و معنیهای مختلف از درش شده. بنابراین من یکی دو تا وبینار که اونا رو هم میتونین بگیرین در مورد کارما گذاشتم که کارما یه معنیش کازن افکته، یعنی اون بذری که من میکارم نتیجهش رو میگیرم، ولی یه معنی دیگهش اکشنه، یعنی عمله که من و شما چه عملی انجام میدیم یا چه عملی انجام نمیدیم، اون کارماست. اوکی بنابراین خیلی از اون میسکانسپشن یا اون باور اشتباه که کارما میگیرتت، که ما داریم کارما رو به عنوان یه چیز
بد استفاده کردیم همه اونا رو ریختم، که کارما نه بده نه خوبه، نه مثبت نه منفیه. بنابراین کارما یه چیزیه که میتونه خیلی خوب باشه. اگر شما سالیان سال بذر کاشتین و سرسبز کردین و همه این داستانا، خب نتیجتا کارما بالاخره کارمای خوب به سراغ میاد و از این داستان، اون یه جنبشه. اوکی، ولی این وبیناری که امروز صبح به توجهم اومد راجع به پاک کردن کارمای، نه فقط کارمای من و شما، بلکه کارمای گروهی، کارمای روحای سولمیت، همکلاسی‌های روحی و کارمای نسل در نسل در نسل جنریشن های مختلف ما. خب فهمیدن زندگی گذشتمون چه کمکی میکنه به زندگی الانمون. دونستن ببین ما خب یه دونه زندگی که قبلا نداریم، ما زندگی های مختلف داریم، اما دونستن این که فرضاً اون دفعه سر چه کلاسی بودم، این دفعه سر چه کلاسی نمیدونم فلان، کمک میکنه که تو یه مروری دو مرتبه بکنی که اگر اون دوره شما فرزند چه میدونم این کسی که الان باش ازدواج کردی، اگر اون دوره تو داشتی اینو ابیوزش میکردی، اذیتش میکردی و اون بدبخت داشته از تو کتک میخورد و چیز لفظی و نمیدونم کتک فیزیکی و این داستانا، الان شما جاتون رو عوض کردین، برای اینکه اون تجربه، هر دوتون تجرباتون رو جاشو با هم دیگه عوض کردین، که حالا اون کتک، حالا اون تو رو میزنه و اون ابیوز میکنه و اون دررارا. بنابراین یه جوری من و شما درکمون بیشتر میشه، آهان پس برای اینه که این الان داره اینجوری میکنه. و به محضی که من و شما اون، چون میدونین چرا 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 چرا، به محضی که اون آها مومنت میاد که آها پس دلیلش اینه، یه دفعه من و شما راحت تر میشین تو فیزیکمون. مثل این میمونه که مثلا من و شما یه جریمه مریضی داریم، بالا میشیم پایین میشیم چرا چرا چرا، میریم بعد دکتر، بعد یه دکتر میگه که آره شما منیک دیپرشن دارین، یعنی افسردگی رو دیگه استاد شدین. بعد با تمام اینکه اون خبر خوبی جالبی نیستا، بچه‌ها میگن آها پس فهمیدم، حالتون یه جوری بهتر میشه با اینکه حالا تازه حرف خوبی هم نزده. اوکی، خب پس این داستان کارما تمرین هایی هستش که من اولا که یه توضیح در سطح دانشگاهی خواهد بود که اصلا کارما چیه. وقتی من و شما کارما رو در لنزهای مختلف نگاه میکنیم، چه معنی داره، چه تعبیری داره، چه چیزای اشتباهه، چه چیزای درسته، و بعد اینکه میام روی کارماهای خودمون کار میکنیم. اوکی، من با پریسا هماهنگ میکنم که پست درست کنه برای دو هفته دیگه که یه وبینار بذاریم برای کسایی که میخوان این کار انجام بده. اما الان که همه چی رو قطع کردیم، قرار شد که این تمرین رو من و شما با هم دیگه انجام بدیم. لطفا همتون همه چی رو قطع کنین، سوالم نذارین، هیچ کاری هم نکنین. بیاین در چاکرای قلبتون و چاکرای زیر که چاکرای خورشیدی میشه، و خواهش میکنم از همه فیسبوکی‌ها برای چندین لحظه با من چشماتون رو ببندین و سه تا نفس عمیق از ته شکم بکشین. با هم شروع میکنیم، سه تا نفس عمیق از زیر شکم، هر چی میتونین نفس و عمیق اکسیژن رو بکشین و نگه دارین. یک دو سه چهار پنج، و حالا اون نفس و همه رو بدین بیرون. دوباره یه نفس عمیق از زیر شکم تا اونجایی که میتونین اکسیژن بکشین، مرسی،
نگه دارین، یک، دو، سه، چهار، پنج و همه اون نفس رو بدیم بیرون و یک دفعه دیگه یه نفس عمیق دیگه از ته ته شکم نگه داریم، یک، دو، سه، چهار، پنج، همه اون نفس رو بدیم بیرون. خب و الان خواهش میکنم هیچ که سوال نذاره، کامنت نذاره، فقط تمرکزتون رو بیارین روی چاکرای قلب و چاکرای خورشیدی که زیر اون هستش و یک خورشید کل بزرگ رو، یک خورشید زرد و نارنجی در زیباترینش، وقتی که شما اون خورشید رو دیدین، غروب بوده، طلوع بوده، زرد و نارنجی، اون رو تصور کنین. اوکی. حالا در بین این خورشید من و شما میخوام یک اینفینیتی ساین که مثل هشتی میمونه که میاد و میره که هیچ قطع و وصلی نداره، میخوام اون رو در نظر بگیریم و میخوام همتون اولین باری که اون بچه کوچولو که شما هستین درد و صدمه خورده، میخوام اون رو شما در نظر بگیریم. آقایون، خانمها، دخترها، پسرها، برین در خاطره احساسیتون و تصور بکنین اون پسر 3 ساله، 5 ساله، 10 ساله، 17 ساله یا اون دختر کوچولوی 4 ساله، 5 ساله، 10 ساله، اون رو از خودتون جدا کنین. شما این سر ایستادین و اون در روبروی شما ایستاده. اون بچه رو نگاه کنین و ببینین که درد و غمش و اولین باری که خیلی شدید صدمه خورده چی بوده؟ و حالا خواهش میکنم، اوکی، اوکی، و حالا میخوام به اون بچه یا به اون کودک بگین، همتون با من تکرار کنین، متاسفم که تو در اون زمان خودت رو تنها احساس کردی. متاسفم که تصادفاً خانواده، پدر، مادر، خواهر، برادر، دایی، عمه، خاله، هر کسی که در ناآگاهی خودش این حس یا این زخم رو در تو به وجود آورد. متاسفم که تو خودت رو ناتوان احساس کردی. متاسفم که تو در اون زمان در امنیت نبودی. متاسفم که تو در اون زمان فکر کردی که قدرتمند بودن درش خطره. متاسفم که در اون زمان تصادفاً تو اون نور و انرژی و کل عشقی که هستی رو از دست دادی. من کاملا تو رو حس می کنم، کاملا تو رو میشنوم، با تمام سلول های بدنم دوست دارم. میخوام الان بهت بگم که اگر که اونها
برای تو نبودن، من برای تو هستم. متاسفم اگر که تو احساس ناتوانی کردی. و حالا خواهش میکنم همتون همین جا در این سکوت بمونین و ببینین که اون کودک چه عکس العملی نشون میده. ساکت باشین که بشنوین که اون کودک به شما چی میگه. و اجازه بدین، اگر که اون کودک اجازه میده، آهسته به طرف شما بیاد و همدیگر رو در آغوش بگیریم و به همدیگه بگین که از این لحظه به بعد با هم هستیم. از این لحظه به بعد شما در امنیتیم. از این لحظه به بعد شما میتونین به راحتی و سبکی به جلو برین. از این لحظه به بعد شما اون اصل وجودتون میشین که فقط عشق، نور، خلاقیت و کامله. و تشکر کنین. همه یک نفس عمیق دیگه از ته شکم بگیریم. حالا فیسبوکی ها میتونین کامنتاتون رو بذارین، با من در جریان بذارین. چند دقیقه وقت داریم، وقت میدم برای کسایی که سریع کامنت بذارین که توی ایشو یا مسئله‌ای که داشتین باهاتون برم، که این تمرین رو من حالا باهاتون انجام بدم که بتونیم اون خاطرات، اون احساسات، بتونیم اونها رو پاک بکنیم. اوکی. در این زمانی که من از همه خواهش کردم که اوکی مرجان جون عالی بود، اوکی عشقم، برای من بنویسین که کجا رفتین، رابطتون با این کودک چی بود و اینکه چی به دست، چی نشونتون داده شد. جواب تو ساناز، جواب تو گرفتی؟ اوکی. من اشکم در اومد. بچم ندارمت. اوکی. ممنون سودی جون، خواهش میکنم. اوکی، سخت بود. اوکی، نمیشنومت. اوکی، نمیشنوی، تماس برقرار نیست. چرا گریه کردم؟ گریه کردی برای اینکه همیشه اینجوری عشقم. گریه کردن یکی از راه‌های، نتونستی با کودک شبنم، نتونستی با این کودک چیز کنی ولی اشک در اومد. اوکی. پدرم دوستم نداشت. اوکی. بچه من خیلی مسموم، من هم خیلی گریه کردم. اوکی عزیزان، یادتون باشه که گریه کردن یکی از راه‌های ریلیس کردن، رها کردن و آزاد کردن اون احساسا و اون خاطره هاست. بنابراین اگر شما به من میگفتین که من احساساتی نشدم و گریه نکردم، اون وقت جای تعجب بود که از شما بس نشد. ارتباط خوبی برقرار کردم. اوکی عالی. خب حالا برای کسایی که کمر درد دارین، برای اینکه میدونم الان دارم میبینم یه سری از افراد که الان اینجا هستن، اوکی، یه سری از افرادی که اینجا هستن مشکل کمر درد دارن، شونه و کمر، از همه تو میخوام بعد از اینکه این لایف تموم میشه بخوابین روی زمین با اون، ولی بعدش حس خوبی پیدا کردم. اوکی. پا
پوز بچه دیدیم، بچه ها وقتی که توی شکم مادر نگاه میکنی اینجوری قلمبه هم پاشون هم آوردن توی شکمشون. هنوز حالت بده؟ اوکی. اشکال نداره اشکال، بذار که چیز بشه برای تو که میره. رای جان دولا بشو، سرتو کاملا بیار پایین، زانو تو یکم خم کن، دولا شو، بذار همه این احساسا و همه این چیزا بیاد بریزه بیرون و بعد خودت رو شیک کن. میدونین دوستان بعضی وقتا وقتی که ما شیک میکنیم اون انرژی ها، احساسا و خاطره ها یه حالت ارتعاشات به وجود میاد و بعد من و شما میتونیم انرژی استگنیشن، انرژی قفل شده، نمیدونم یه سری ناخالصی ها، چیزایی که مونده اونجا مسموم شده حرکت نکرده، میتونیم اونا رو بریزیم بیرون. Okay. پس شیک کردن خوبه، ولی وقتی که دولا میشین زانوتون رو یکم خم میکنین، آویزون میشین پایین، اون کمک میکنه که اون گریه یا اون احساسا یا اون چیزا بریزن پایین، بریزن بیرون. یعنی شما اجازه میدین که اون حساب و اون چیزایی که حتی خیلی از وقتا برای من و شما سیف نیست، امن نیست که احساسامون رو نشون بدیم، امن نیست که خودمون باشیم، امن نیست که حرفامون رو بزنیم. نتیجتا این به ما کمک میکنه که بتونیم اونا رو بریزیمشون بیرون. ولی اون پوز بچه که میگیریم اون دو مرتبه کمک میکنه، دو مرتبه بسشین به اون کودکه، دو مرتبه تنها کاری که شما باید بکنین باید بشنوینش، باید فقط بگین که متاسفم، I'm sorry for your pain، متاسفم برای دردت، متاسفم که احساس تنهایی کردی، متاسفم که هیچکی تو رو درک نکرد، متاسفم که هیچکی تو رو نشنید، متاسفم که لا 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 لا، هر چیزی که هستش. من دارم مسیج میگیرم که یه سری از افراد ترس دارن از رها کردن. میتونم بپرسم کیا ترس دارن از اینکه رها کنن به این خاطره ها، به این احساسا، به این دراما ها، به اون زخم ها بهش چسبیدین، ولی فکر نمی احساس امنی، فکر میکنین که بچسبین بهش بهتره تا رهاش کنین. در رها کردن امنیت نیستش، یعنی در واقع اوکی در واقع شما اونس گرفتین به اون و الان فکر میکنین که نگرداشتن اون زخم یا درد یا احساس یا خاطره یا اون فاجعه تو شیوی جون، آک شیوا جون، اوکی اوکی عزیزم، مرسی که تو گفتی که تو هستی، بازم هستم بیشتر چون افراد زیادتری داریم. پس برای شما که به درد و غم و خاطره و زخم چسبیدین، الان میخوام اوکی EFT کمک میکنه، آره. الان میخوام که شماها به خودتون بگین که مرسی از اینکه تا این مدت با من بودی، هیچ قضاوتی بد یا خوب روی تو ندارم، و الان به این نتیجه رسیدم که هر چقدر که من به تو اونس گرفتم و بودن تو و حضور تو برای من خیلی آشناس و بخشی از وجود من شده، اما با این حال میخوام که زمانش رسیده و امنه
که من تو رو رهات کنم. میدونم که من به تو چسبیدم، میدونم که من به تو انس پیدا کردم. فرقی نداره ترامای شما چیه، فیزیکی، MS، سرطان، نمیدونم قلب شکسته است، اون کسی که شما رو ترد کرده، مرگ پدره، هر داستان و ایشویی که دارین بگین که احساس من به تو چسبیده بودم و تو تا به حال در کنار من موندی به خاطر من. اما از این لحظه به بعد من امنیتم رو پیدا کردم و ازت ممنونم که تا حالا با من بودی، ولی دیگه الان وقت آزادیه. من تو رو رهات میکنم، من تو رو آزادت میکنم که تو بری برای خودت و من هم در فضا باز فضای جدید خودم آشنا بشم. خواهش میکنم عشق من. پس دوستان عزیز، قرار بود جواب سوالاتون رو بدم. لجبازی رو چجوری میشه از بین برد؟ همیشه وقتی که یه چیزی به توجه من و شما میاد، اولین بخشش آگاهیه. یعنی اینکه ممکنه 100 نفر به من بگن که تو خیلی لجبازی ها، و من در لجبازی میگم نه، من اصلا لجباز نیستم. خودت لجبازی. پس اولین قسمت آگاهیه که من بدونم که من لجبازم. مرحله دوم پذیرش اینه که من میپذیرم که لجبازم. مرحله بعدی میتونه این باشه که حالا من قضاوتم رو از روی لجبازی بردارم. یعنی این که اگر که من و شما قشن منو گوش کنیم، مرسی شبنم جوشم، اگر که من و شما احساس کنیم و فکر کنیم که لجبازی یک خصوصیت خیلی بدی از من هست، چه انرژی اونجاست؟ من لجبازم و این لجبازی خوب نیست، این به من چسبیده و من باید هر چه زودتر اینو از خودم جدا کنم. مرسی تاره جون، از امروز فراموش میکنم. اما اگر من و شما بیایم قضاوتمون رو از روی لجبازی ورداریم و خودمون رو حالا از لجبازی جدا کنیم، حالا من میام میگم که لجبازی یک احساس یا یک صفته که در کل فضا داره تجربه میشه و من الان اومدم خودم رو به این چسبوندم، اووردمش توی فضای خودم و مال خودم کردم. این لجبازی مال منه، من لجبازم. حالا من میگم که شما اونو ولش کنی، اون لجبازی مال شما نی. به محصی که من لجبازی رو نه بده نه خوبه، ولی ولش میکنم، آزادش میکنم توی کل انرژی، حالا میکشم عقب، دیگه این لجبازی مال من نیست، به من نچسبیده. به محصی که شما ولش کنین اونم رها شده. خانمی میخوام با من تماس بگیرن، چطوری؟ لیلا جون عشقم، من با جلسه خصوصی کار میکنم. تمام سوشال میدیای من، اینستاگرام، تلگرام،
فیسبوک، لینکدین، پینترست، توییتر، تمام کانال های من دست همکارانی هست که با من همکاری میکنن. بنابراین این تلگرام دست یکیه، ایمیل سودی از دست یکیه، اینستاگرام، فیسبوک، تمام اینا داره از طریق بچه ها جواب داده میشه. شما رو هر کدوم از اینها که مسج بدین، پیام بدین، برای من میفرستن، اونا خودشون راهنماییتون میکنن که چجوری جلسه بگیرین، تا مرحله پرداختش میبرنتون. بعد اوپس، همه صبر کنین، 11:11 ساعت شد 11:11 لس آنجلس. همه تون یه دقیقه یه نفس عمیق بکشین، وسشین به جهان هستی، آرزوتون رو، بزرگترین آرزوتون رو بکنین در این لحظه. اوکی. شماره 11 و 11 گفتم، پورتال تو اسنشن، دروازه به بهشت بازه. به محصی که 11 و 11 1111 میبینیم، من رو شما میخوایم فوری بیان به خودمون که چی داریم فکر میکنیم. اگه فکرمون درست نیست، نمیدونم، خرابه، منفی، فوری عوضش میکنیم، میام روی اون چیزی که واقعا میگیم. اوکی، مرسی عشقم. پس بنابراین بچه ها همه راهنماییتون میکنن که چجوری لحظه آخر با من چک میکنن، با ساعت و زمان من جلستون رو براتون میذارم. دوستان همه تون رو میبوسم. بعد راجع به این وبینار کارما هم پریسا جون براتون پست درست میکنه، و اینکه امیدوارم که روز و شب خیلی خوبی رو داشته باشین. برنامه های من نظم و ترتیب نداره، اگر اون وسط یا چیزی پیش بیاد، پیامی پیش بیاد، باور داشته باشین که شما به اون پیام یا به اون تمرین یا به اون هر چیزی که هستش احتیاج داشتین و لازم و ضروری بوده. بنابراین بعدم که گفتیم که ما قراره به چیزا نچسبیم دیگه، هر چیزی هر جوری پیش رفت همون جوری میره. همه تون رو میبوسم، امیدوار هستم که تا روزی که من در این جهان دارم خدمت میکنم، واقعا بتونم نهایت کارم رو انجام بدم که بتونم زندگی شماها رو بهتر بکنم، بتونم حقیقت رو براتون باز بکنم، ببینین، بتونین حقیقت رو زندگی کنین. و دیگه هر کمی و کسری هم بود، ایشالله دوره بعدی که برگشتیم با همین همکلاسی ها با همدیگه دوره سر کلاس میشینیم و یه کاری میکنیم. روز و شب خوب. I love you. God bless. Thank you.